این بخش برنامه از طرف اتحادیه اروپا و اینترنیوز برای شما تقدیم می‌گردد. اتحادیه اروپا مسئولیت محتوای آن را به دوش نمی‌گیرد. شما بیننده بخش بازتاب کرونا از برنامه صبح زندگی هستین و باز هم تماس‌های شما عزیزا را در برنامه می داشته باشیم. ای که اولین سوال ما در رابطه با چی هست؟ ببینیم رویا جان. بله رستم جان، میریم به طرف سوال اول ما در بخش بازتاب کرونا، ببینیم که چی هست و منتظر تماس‌های شما عزیزان هستیم. سوال اول ما: آیا استفاده از وسایل حمام مشترک میتونه باعث انتقال وایروس کرونا شود یا گردد؟ با 0700-111-130 تماس بگیریم. منتظر نظرات نیک شما عزیزان هستیم. موقعیت خوب اختیار کنین، صدای تلویزیونتون کاملا کم بسازین تا صدای شما عزیزان ما بهتر در برنامه داشته باشیم. بله، تماس های شما بیننده های عزیز را بازم میخواییم در برنامه. اگر دوست دارین که معلومات سایر هموطنان عزیز ما را در رابطه با شرایط وقایعی از ویروس کرونا افزایش بتین، پس سهمتان را همین لحظه در برنامه داشته باشین و تماس بگیرین. سوال ما هم بسیار زیاد ساده است، که آیا استفاده از وسایل مشترک حمام سبب انتقال ویروس کرونا میشه یا خیر؟ شما میتونین که نظر و دیدگاهتان را با ما شریک بسازین، ولی لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما عزیزا را بهتر در برنامه داشته باشیم و سبب مهمتر کوشش بکنین که صدای ما را فقط از طریق تلفن‌هایتان بشنوین نه از طریق تلویزیون، چرا که مشکل صدا پیدا میشه و بالاخره سبب خواهد شد که تماس شما عزیزا قطع شود. بله، ما منتظر نظرات نیک شما عزیزان در ارتباط با سوال ما هستیم. زنگ بزنیم و نظرات نیکتون همچنان همراه ما شریک بسازین. فعلا هم تماس داریم از کابل. نعمت الله عزیز روی خط هستن. سلام، صبح بخیر. سلام، صبحتون بخیر. محترم. خوب هستین شما؟ خوش آمدین. شکر، بخیر، سلامت بشین. سلامت. سوال ما رو دریافت کردین نعمت الله جان؟ میربانی نظرتون رو میخواییم بشنیم. اما سوال هیچ فکرم نبود. درست است، من دوباره تکرار میکنم. آیا استفاده از وسایل حمام مشترک میتونه باعث انتقال وایروس کرونا شوه؟ بله؟ بله، هم میتونه. در خانه و خانواده شما کسی مصاب به وایروس کرونا شده بود؟ بخیر نه. شکر. خب شکر خدا. فکر میکنین اگر کسی مصاب به وایروس کرونا باشد چه نکات صحی را باید در نظر بگیره؟ دو قدر معلومات ندارم، خب فعلا اطفال هستم بگم. آها، درست است. سلامت باشین، انشاءالله که همیشه شما صحتمند باشین، بیننده برنامه باشین که ما معلومات خوبی را برای شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. وقتتان بخیر. بیننده عزیز ما بودن که تماس گرفته بودن. خب دیگه قدر گفتن من معلومات ندارم، ولی خوب است به خاطر از اینکه ما از ویروس کرونا پیشگیری بکنیم از وسایل مشترک حمام استفاده نکنیم. اگر از حمام مشترک هم استفاده میکنیم، بیایم حتما پس از اینکه ما استفاده ما تمام میشه، اگر فرد خدای نخواسته مصاب میباشه در خانواده ما با ویروس کرونا، حتما حمام را کاملا ضد عفونی بکنیم، از مواد ضد عفونی کننده استفاده بکنیم و کوشش بکنیم که وسایل حمام خود را کلا جدا بسازیم تا اینکه سایر اعضای خانواده خدای نخواسته اونا مصاب به ویروس کرونا نشن و صحتمندیشان به خطر مواجه نشن. بازم بیننده عزیز ما از ولایت زیبای پروان روی خط با ما هستن. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به بخش بازتاب کرونا. و علیکم سلام، وقت شما خوش. اسم شما؟ سمیم از ولایت پروان. خوش آمدی سمیم عزیز به برنامه. از نظر خودت آیا استفاده از وسایل مشترک حمام میتونه سبب انتقال ویروس کرونا شوه یا خیر؟ بله، آه میتونه. مثلا چطور میشه که ویروس کرونا انتقال بکنه از طریق وسایل؟ میشنیم. بله میشنیم، صدای شما رو داریم. از دید خودت مثلا زمانی که ما از وسایل مشترک در حمام استفاده بکنیم، چطور میشه که ویروس اگر یک فرد مصاب باشه از خودش به سایر اعضای خانوادهش که کاملا سالم هستن انتقال بکنه از طریق وسایل حمام؟ خب تماسشان قطع شد. فکر کنم که خب به هوا، چون امروز در شهر کابل و یک تعداد از ولایت ما ابری است، نسبتا بعض اوقات تماس ها مشکل پیدا میکنه در همچون روزهای. بازم موقعیت خوب را اختیار بکنین تا صدای شما عزیزا را بهتر در برنامه داشته باشیم. بله دقیقا، منتظر نظرات نیک شما عزیزان هستیم. حالا بریم ببینیم سوال بعدی ما در بخش بازتاب کرونا چی هست و چه سوالی را همراه شما عزیزان شریک میسازیم و همچنان بیننده عزیز ما هم تماس گرفتن. اما قبل از اون میریم سوال بعدی را با هم میبینیم. سوال بعدی که همراه شما عزیزان شریک میسازیم: استفاده از برس دندان مشترک میتونه باعث انتقال وایروس کرونا از فرد مریض به فرد سالم گردد؟
0700-111-130 در اختیار شما ایزان است. حالا هم تماس بیننده از ما وصل شده. سلام و صبحتان بخیر باشه. بله؟ سلام علیکم. بله؟ خب تماس بیننده از ما قطع شد، منتظر نظراتان هستیم و تماس بگیریم. بعد 0700-111-130 ما همچنان منتظر نظرات نیک شما ایزن هستیم. موقعیت خوبی را اختیار کنید، صدای تلویزیونتان را کم بسازین تا که صدای شما را ما بهتر در برنامه داشته باشیم. بله بیننده عزیز، بازم منتظر تماس های شما عزیزا هستیم و خوشبختانه تماس های مختلف داریم از ولایت مختلف کشور ما که شما همین لحظه تماس بگیرین به 0700-111-130 و حتما تماس شما به برنامه وصل خواهد شد. آیا که اگر ما از برس دندان استفاده میکنیم و برس دندان های خود در یک محیط قرار میتیم و این برس دندان ها اگر با هم به اصطلاح برخورد داشته باشه، تماس داشته باشه، آیا سبب میشه که ویروس کرونا انتقال بکنه از طریق برس دندان و از کسی که کاملا سالم هست برس دندانش را آلوده بسازه؟ این سوال است که واقعا در ذهن یک تعداد از مردم شاید خطور کرده باشه و حتی بعض افراد شاید از برس دندان تمامشان استفاده بکنن که بعضها بیشتر پول بخش نمیتن و میگن که ما کدام مشکل نداریم و این خودش سبب انتقال امراض میشه. بازم بیننده عزیز ما روی خط هستن. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین به بخش بازتاب کرونا. سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ خیلی هستم از دلمن. بسیار عالی، خیلی خوش آمدین به برنامه. سوال ما رو شما دریافت کردین؟ بخیر باشیم. ساعت ما در اتاق کندیواد ما هست، بسیار سلپه سخت سخت میکنه. بله، خب مریض هستن؟ شفای عجل برشان میخواییم، ولی اگر شما سوال ما را دریافت کردین نظرتان را میخواییم در برنامه داشته باشیم که آیا استفاده از برس دندان مشترک سبب انتقال ویروس کرونا میشه یا خیر؟ تماس بینیدی ما قطع شد. بله. دوستشان ناجور بود دیگه، همه تو سخت ساز صرفه میکردم و این گلو شکایت داشت که چرا دستمال نمیگیره یا چرا این رقم ناجور است. خب پیش دکتر سای مراجعه کنن تا بخیر دوا بگیرن و خوب شون. بله، بعض بیننده ما هستن، خب سوالات مطرح میکنیم بیشتر متوجه نمی باشن، فقط که میبینن بخش کرونا است. اگر مشکل هم داشته باشن خودشان تماس میگیرن. بازم قلبا تشکر میکنم از تماس های شما عزیزان، ولی منتظر تماس های بعدی همچنان هستیم در بخش بازتاب کرونا و بیننده عزیز ما از ولایت کندز روی خط هستن. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بخش بازتاب کرونا. تشکر، سلامت باشین. سلام برسه بعدم استراکنیاتی. سلامت باشین، تشکر رویا جان، همچنان بر شما سلام میرسانن. چی گپ از طرف ولایت زیبای کندز؟ خیر خیرت. شکر که خیر و خیرتی است. سوال ما است که به نظر شما استفاده از وسایل مشترک حمام و بخصوص استفاده از برس دندان مشترک میتونه سبب انتقال ویروس کرونا از یک فرد به فرد دیگه شوه یا خیر؟ بله دقیقا، چون که ویروس کرونا مروج شده به افغانستان، دقیقی که کرونا نباشه اصلا جایز نیست که از یک برس دو نفر استفاده کنند. دقیقا خیلی انتقال میکنن اگر از برس بله. مشترک استفاده بکنن. بسیار خوب. بله. آیا شما خودتان مثلا به ویروس کرونا شده بودین در این مدت؟ نه خیلی شکر. بسیار خوب. و اعضای خانوادیتان چطور؟ خیلی، فقط بعد از آن بله شده. آها، شکر که شما خوب صحتمند هستین و به نظر شما به خاطر از اینکه ما مصاب به ویروس کرونا نشیم کدام نکات را بیشتر در نظر بگیریم؟ خب افراد که به ویروس کرونا مبتلا هستند باید ازشان دوری کنیم و به اتاق جدا باید انتقال داده شده و ظروف امید وسایلی که استفاده میشه باید تمامشان جدا کنه باشن. بسیار عالی، بهتر هم است که از ظروف یک بار مصرف استفاده بکنن و دوباره دور بندازن. بسیار خوب، تشکر میکنم از تماس شما بیننده عزیز، از اینکه بیننده صبح زندگی هستین و زنگ زدین. اوقات خوب خوش برتان میخوایم. سلامت باشین. خدا بله. تشکر از خواهر عزیز ما، سلام هم به شما برسه، خدا کنه خوب باشین و صحتمند. حالا هم ببینیم سوال بعدی ما در بخش بازتاب کرونا چی هست. سوال بعدی ما را با هم می‌بینیم.
شستن لباس های افراد مریض با افراد سالم میتونه ویروس کرونا را انتقال دهد. 0700-111-130 در اختیار شما ایزن است. منتظر نظرتان هستیم و بین تماس بگیریم. موقعیت خوبی را اختیار کنین تا که صدای شما را بهتر داشته باشیم ما در برنامه. بله، سوال بسیار جالب است که آیا شستن لباس های افراد مریض با افراد سالم که البته فرد مریض مثلا با کرونا باشه میتونه سبب انتقال ویروس کرونا شود یا خیر. بله. این موضوع را ما بارها در برنامه یادآوری کردیم که نه تنها لباس ها بلکه تمام وسایل و ظروفی که فرد مصاب استفاده میکنه کلا باید جدا باشه. و فعلا هم تماس داریم از اندراب بغلان. بله. و روی خط بیننده ما هستن. بله، ببینیم که اسمشان چی هست و چی گفتنی در ارتباط با موضوع دارن. سلام، صحبتتون بخیر هموطن عزیز. خوب هستین؟ بله بله. سلام علیکم. بله، تماس شما وصل است. خوب هستین؟ جورتی بخیر هستین. تشکر. اسم شما چی هست؟ بله، خب فکر کنم که صدای ما را ندارم و درستی. تماس شما وصل است برادر عزیز؟ تماسشان روی جان قطع شد. فکر کنم پیش از اینکه تماسشان وصل شد به برنامه اونا فکر کردن که بله تماس وصل شده و صحبتهایشان ادامه داشت. تماس شما زمان که وصل میشه به برنامه، بیننده عزیز، صدای تلویزیونتان لطفاً پخش بسازین. صدای ما را و سوال ما را از طریق تلویزیون نشنوین، بلکه موبایلتان که وصل شد به برنامه صرف از طریق موبایل صدای ما را بشنوین تا مشکل بر شما و همچنان بر ما ایجاد نشه. بازم تماس داریم و سلسله جان از کابل روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر برادر علی. سلام به شما و به خواهر عزیزم تقدیم میکنم. علیکم سلام، شما سلامت باشین. سوال ما را شما دریافت کردین؟ بله، سوال مایی از به نظر شما آیا شستن لباس های افرادی که مصاب به ویروس کرونا باشه با افراد سالم میتونه سبب انتقال ویروس کرونا شوه یا خیر؟ بله برادر جان عزیز، میتونه که کرونا با هم با یک دیگر انتقال شوه، چون ظروف باید جداگانه باشه، کالایشان و هر چیشان باید جدا باشه، چون ویروس کرونا یک مرضی است که به همه میتونه برسه، با یک دیگر انتقال شود. از همین خاطر باید لباسایشان، ظروفشان، هرچی باید جداگانه باشه. بله دقیقا. میشه از تجارب شخصی خودتان بر ما بگین که آیا مصاب به ویروس کرونا شده بودین یا خیر؟ نه برادر جان عزیز، من نشده بودم خودم، به خاطر که ما بسیار زیاد خودم از کسایی که ویروس کرونا داشتن از اونا دور می بودم و هر چی جداگانه. شکر الحمدلله در خانواده ما هیچ کس هم با ویروس کرونا مبتلا نشده بود. بسیار خوب. و فعلا چقدر شما خودتان از ماسک استفاده میکنین و فاصله های اجتماعی را تا چی اندازه رعایت میکنین؟ به خاطر که ماسک همیشه در خانه استفاده میشه، در بیرون هم، و ما قسم خودم هم میکنیم در خانه استفاده میکنیم، چون بیرون هم بریم ماسک استفاده میکنیم، چون این ضروری است. ماسک باید استفاده شود که کرونا باشه یا نباشه، ماسک باید استفاده شود. و هر خواهر و برادر میگم شکر که خوب صحتمند هستین و تشکر از تماس شما به برنامه. اوقات خوب و خوش برتان میخوایم. خدا نگهدار. این بود بخش بازتاب کرونا که تقدیم شما عزیزا کردیم. این بخش برنامه از طرف اتحادیه اروپا و اینترنیوز برای شما تقدیم گردید. اتحادیه اروپا مسئولیت محتوای آن را به دوش نمی‌گیرد.